اونا نمیتونن که با قطع کردن ما خودشان رشد کنن. ما دوباره ادامه میتیم از هر طریقی که باشد این راه رو دوباره ادامه میتیم و بخیر موفق هم خواهی شده. تو کاجی از غرورت ترس دارند، چه پنهان از حضورت ترس دارند. هزاره خار چشم کیستی تو که اینقدر از شعورت ترس دارند. سلام و خسته نباشید نثار همه شما عزیزانی که ما را از چینل یوتیوبی عقاب جاغوری بیننده هستید. حادثه اخیری که در کورس کاج اتفاق افتاد را همه ما و شما خبر داریم و قرار است به یاد بود این شهدا یک کتابخانه تأسیس شود که ما کنار یک دختر خانم هستیم که در این حادثه زخمی شده بود و فعلا میخواهد یک کتابخانه را تأسیس کند که بیشتر از خودشان معلومات بگیریم. سلام، خوب هستین؟ سلام، تشکر، زنده باشین. سلام خدمت شما همکارتان و بیننده های گرامی که ما را میبینند. مینا صادق هستم، یک از شاگردان کورس کاج و فعلا زخمی هستم خودم و بعد از حادثه که اتفاق افتاد تصمیم یک کتابخانه رو داریم تا با تأسیس یک کتابخانه ما بتونیم راه شهدای دانایی دوستای خواهرایی که ما شهید شدن ادامه بدیم. دوستای عزیز، ما هم با همکاران خود تصمیم داریم 68 جلد کتاب را به این کتابخانه اهدا کنیم. شما وقت زخمی شدین کسی از شما حمایت کرد در قسمت تداویتون؟ بله، ما زمان که خودم زخمی شدم فامیل همراهیم کمک کردن و کسایی که در خارج بودن خیلی حمایت کردن تا ما دوباره بتونم سرپای خود استشم. شما بعد از این اتفاق میخواهید دوباره به تحصیلتان ادامه بدهید یا خیر؟ بدون شک، چون حادثه که اتفاق افتاد بار اول نیست که ما به خاطر حادثاتی که هر روز اتفاق میفته ما به تحصیل خود ادامه ندهیم، این یک مانع شود. هیچ مانعی باعث شده نمیتونه که ما از تحصیل باز مانیم. مکتب دخترانه بیشتر از یک سال است که بسته است و ما و شما بازم ناامید نمیشویم و میخواییم از مینا جان بپرسم که چه اهداف و چه آرزوهایی برای آیندهش دارد. مکتب دخترانه که بسته شدن اونا نمیتونن که با قطع کردن ما خودشان رشد کنن. ما دوباره ادامه میتیم از هر طریقی که باشد این راه رو دوباره ادامه میتیم و بخیر موفق هم خواهی شده. مینا جان، چی چیزی باعث میشود که شما دوباره تلاش کنید و سرپای خود استاده شوید؟ این خوب معلوم است که ما باید کوشش کنیم. زمان که ما فقط برای رویای خود اول کوشش میکردیم، بعد از این حادثه مسئولیت های زیادی به دوش ما آمد. خواهران ما که شهید شدن و همچنان دوستاییم، ما بتانیم رای اونا رو ما ادامه بتیم. رویه هایی که اونا نرسیدن ما بتانیم برسانیم اونا رو. برای زخمی هایی که هم قطارت بودن چی گفتنی داری؟ اول از خداوند مهربان برای اونا شفای عاجل میخواییم و دومن اونا زودتر خوب شدن تا ما بتانیم محکمتر از دیروز راه شهدا را ادامه بتیم و برای های خود ما و اونا برسیم. دوستای عزیز، فعلا ما در یک کتابخانه هستیم که از اینجا مینا جان با همکارانش میخواید کتاب تهیه کند و ما هم کتاب هایی را که گرفتیم را به ایشان اهدا کردیم و فعلا میخواییم بپرسیم که دیگر چی تصمیمی دارد امروز، میخواید چی چیزایی برای کتابخانه لازم است و میخواید خریداری کنه. تا
در قسمت کتاب شما نمودین بسیار زیاد تشکر. ما به کمک خیرین که همراه ما کمک کردن به عنوان زخمی و بعد از اینم میخواه کمک کنه همراه ما. ما میخواهیم یک کتابخانه در یادبود شهدای دانایی که تأسیس کنیم. امروز هم به خاطر قفسه هایی که یک کتابخانه ذره داره اونجا دیدن کردیم، بعدش تزیین دیوارا و همچنین گپ زدن در مورد چند جلد کتابی که ما میتونیم تهیه نماییم. مینا جان، خودت چی پیامی داری برای بیننده های ما؟ کسانی که همراه در کتابخانه در قسمت کتابخانه همراه ما کمک میکنن تشکر میکنم، و همچنان کسانی که درس میخوانن باید استوارتر از دیروز درس بخوانن امروز، چون شرایط فعلی که ما در اینجا حضور داریم و آینده ای که در پیش روی داریم همش بستگی به کسانی که درس میخوانن دارن. باید ادامه بدیم و استوارتر از دیروز. همچنان تشکری خاص دارم از کانال یوتیوب عقاب جاغری که در قسمت اهدای کتاب و همچنان در قسمت رسانه‌ای همراه ما کمک کردن. بیننده های عزیز تشکر میکنم از اینکه تا دقایق آخر برنامه با ما همراه بودید و امیدوار هستم چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و تا برنامه بعدی الله یار و نگهدارتان.